و این عهد شکنی نه تنها متاسفانه در باغ عدن ما میبینیم آدم و حوا انجام دادن نسبت به آنچه گفتن، حتی قائن عهدی که با خانوادش بسته بود، با برادرش بسته بود. اینها رو میگم که نگاهی به عهدات بکن. اکثر آسیب هایی که ما میخوریم به خاطر اینه که ما پیمان و عهدهایی رو شکستیم. به خاطر خودت نیست، به خاطر شرط زندگیت نیست، به خاطر ترام نیست. مواظب باش، نگاه کن به زندگیت کجا ایستادی، چه عهدی رو بستی، شکستی. آدم و حوا عهدی که شکست دنیا رو به اینجا رسوند. شاول با خدا عهدی بست و خدا گفت تو پادشاه اسرائیل میشی، اما از اون جایی که متاسفانه ضعیف عمل کرد نسبت به عهد خودش، دیگه پادشاهی نه برای اون موند نه برای خانوادش این پادشاهی موند و ساقط شدن از این پادشاهی. برادران یوسف عهدشون رو شکستن با برادرشون، برای همین خجل زده شدن، شرمنده شدن وقتی که یوسف رو دیدن. عهد شکنی ها، بدقولی ها متاسفانه آسیب خواهد زد. در بین 12 شاگرد چه کسی عهد شکنی کرد؟ یهودا اسقریوطی. هرچند خداوند اون رو به خیریت تبدیل کرد و دلیلی شد که امروز ما نجات پیدا کردیم، او روی صلیب رفت، بهر گناهان بشریت مرد و قیام کرد، اما اسقریوطی خودش چی شد؟ هلاک شد. بله، حتی پتروس اعلام میکنه که من با تو هستم، تو رو رها نمیکنم، عهدی رو بست. اما چی شد؟ عهد شکنی کرد. چرا عهد شکنی کرد؟ یه جواب داره. چون ترسید. اما زمانی که توبه کرد، برگشت، متوجه شد و بعد از روح القدس پر شد، اون زمان بود که وفاداران ایستاد. آنقدر وفاداران ایستاد که زمانی که میخواستم رو روی صلیب ببرن، اعلام میکنه که من لایق نیستم، منو مثل مسیح روی صلیب ببرید، منو وارونه روی صلیب ببرید، من این شایستگی رو ندارم. وقتی ما درک درست داریم، و اگر درک درست میخوایم داشته باشیم، باید در این مسیح از روح القدس پر بشیم. چون همه ماها که عهد شکنی کردیم، همه ماها، هممون ناراحتیم، وجدانمون ناراحتیم. توبه برای این موقع است. ما خیلی قولها دادیم نتوانستیم. پتروس هم قول داد نتونست، اما پتروس زمان قولش رو توانست انجام بده که از روح القدس پر شد. پس این ضعف عمومیت داره. خودتو سرزنش نکن، خودم نمیخواد تو خودتو سرزنش کنی. امروز هم این کلام رو نمیشنوی که خودتو سرزنش کنی، نه، امروز این کلام رو میشنوی که توبه کنیم هممون، از جمله من، نسبت به عهد شکنی هامون و درست بایستیم.